should, could, were, would از همدیگر چی فرق دارن؟ در این درس انگلیسی من با شما فرق بین کلمه های should, could و would رو میفهمونم که اونها چی معنی دارند، در کجا استفاده میشوند و فرق اونها از یکدیگر در چیست. رفتیم. سلام زبانموزان، من سعدی و این زبانموز است که هر هفته با شما زبان انگلیسی می‌آموزد و در این درس انگلیسی ما با شما فرق کلمه های should, would و could رو می‌آموزیم که اونها از یکدیگر چی فرق دارند، در کجا استفاده میشن و چی معنا دارند. و اکثریت این کلمه ها به نهاد کلمه های دشوار می‌نمایند با نظر اکثریت، و امروز ما با شما راه‌ها و جاهای استفاده آنها را می‌فهمونیم که آنها چند راه استفاده دارند، در چند جا استفاده میشن و با کدام مقصد استفاده میشن. برای چون در صبح خبر نمودن دوستان با صفحه ما ابونه شد و حتما زنگوله رو پخش کنید تا از درس دیگر با خبر باشید. و ما آغاز میکنیم. کلمه یکمی که امروز ما با شما میگیریم این کلمه should است. یعنی should ترجمه میشود همچون باید. should باید ترجمه میشود و این رو راهی یگونه استفاده اش این راهی مصلحت است. یعنی شما میتونید اون رو همچون مصلحت پیشنهاد کنید. مثلا The dress looks great on you. I think you should buy it. این کرتا برای شما به نهایت خوب میتابد و با شما میزیبد و فکر من شما باید اون رو خرید. یعنی همچون مصلحت من با شما تفسیر میدهم که این کرتا رو خرید. شد خیلی که گفتیم این کلمه مصلحتی است، یعنی شما مصلحت میکنید و شد این کلمه خودش کلمه مستقل است. این میتواند اینکوری باشد، این میتواند سوالی باشد و این میتواند تصدیقی باشد. یعنی که خبری خیلی که گفتیم you should go to see the doctor. ما مصلحت میدیم که تو باید رفته دکتر رو بینی، یعنی به نزد دکتر وقتی که اون کس از ما شکایتی درد میکند. You should go to see a doctor. You should see a doctor. تو باید دکتر رو بینیم. در وریانت سوالی شما میتونید از یکون کس مصلحت پرسید و مثل لیوناردو دیکاپریو که از همکاری خود میپرسد که من تا روز دوشنبه دیگر چیکار کنم. What should I do till Monday? So what should I do till Monday? من تا روز دوشنبه چیکار کنم؟ و جواب بهترین را با مورگان فریمن میدهد که All you have to do is to learn the language. All you have to do is learn the language. این همه کاری که تو باید میکنی این آموختن زبان است. بسیار زبان آموزی و برای زبان آموزی شما دوستان شما میتونید در اینجا با صفحه ما بنا شید و هر هفته با ما زبان انگلیسی خود را بهتر و خوبتر کنید. در وریانت اینکوری شما میتونید با کلمه should پسمانده که not رو ایلوه کنید و این میتواند shouldn't باشد. مثلا Now Mr. Frodo you shouldn't make fun. I was being serious. Now Mr. Frodo you shouldn't make fun. I was being serious. اکنون Mr. Frodo از این حال Mr. Frodo شما میگه نباید شوخی کنید با ما، نباید مسخره کنید. You shouldn't fun. نباید مسخره کنید. زیرا من جدی گفته ایستادم. I was being serious. من جدی گپ زده بودم. You shouldn't do it. تو باید این کار رو نکنی. You shouldn't go there. تو باید با اونجا نروی. You shouldn't buy it. تو باید این رو نمیخریدی. تو باید این رو نخری. کلمه دوم این would است. would برای حادثه های غیر امکانی استفاده می شود، یا که امکانی استفاده یا که رخ دادن این حادثه ها به نهایت کم است استفاده می شود. یعنی در زمان آینده است. شما میگوید که اگر من پول می داشتم من و همه ماشین می خریدم. If I had a lot of money I would buy a car for everyone. من به همه یک ماشین می خریدم. مثال دیگر I would love to fly into the space but I don't have enough money. من میخواستم که با کیهان پرواز کنم، با کیهان روم، اما من پول کافی ندارم. این حالتی است که غیر امکان است. یا اینکه مثال دیگر She would have come to the meeting if she hadn't had a lot of work to do. اگر وای کار زیاد نمی داشت وای با مجلس می آید. در این مثال ها ما میتونیم دیده که همه این مثال ها اگر دارند، اگر وای بیکار می شد، اگر وای پول می داشت، اگر وای پول زیاد می داشت وای اگر اون کار رو می کرد. یعنی امکانی رخ دادن این حادثه ها قریب که نیست. یعنی این حالت فانتزی است، این حالت آرزو است. یعنی I would love if I something. در جای استفاده می شود که کلمه if در آنجا هست. و وود باز هم برای درخواست استفاده کرده میشه. یعنی وقتی که شما یگان چیز درخواست میکنید شما میتونید وود رو استفاده برید. مثلا Would you like to take a stroll? با من یک سیر و گشت میخواید. یعنی میخواید با شما سیر و گشت کنیم. یعنی که مثال دیگر Would you like to come up with me? با من میروید یعنی همراه من میروید. Would you like? وقتی که شما یگان چیز رو از یگان کس درخواست میکنید شما میتونید کلمه would رو استفاده برید. و کلمه اخیران برای امروز این could است. کلمه could سه جای استفاده دارد. ما این رو میتونیم در سه حالت استفاده بریم و یکم حالت و از همه مشهور از همه سر استعمال این حالتی است که could همچون زمان گذشته can استفاده می شود. مثلا can این توانستن است و could می توانستن یعنی توانستن در زمان گذشته. شما میتونید این کلمه رو استفاده برید برای ابراز کردن حالت و توانایی خود در گذشته. یعنی در گذشته شما چیکار رو میتوانستید اجرا کنید یا که نمیتوانستید اجرا کنید. مثلا When I was younger I could see 2 times better. وقتی که من جوان بودم من 2 مرتبه خوبتر و بهتر میدیدم. یا اینکه I could run fast when I was 18. وقتی که من 18 ساله بودم من به نهایت تیز میدویدم. I could run fast when I was 18. و کلمه could همچون کلمه should کلمه مستقل است و این میتواند این کاری شود و باز میتواند سوالی شود. مثلا وقتی که شما اون کار رو این کار کردنید یا که در گذشته میتونید گوید من نمیتوانستم I couldn't find it anywhere. Where were you? I couldn't find you anywhere. Where were you? I couldn't find you anywhere. یعنی تو در کجا بودی من تو رو در اونجا نیافتم. یکی مثال دیگر I couldn't read when I was 7. من در 7 سالگی خوانده نمیتوانستم. I couldn't speak English when I was 16. من در 16 سالگی زبان انگلیسی گپ زده نمیتوانستم. یعنی این حالتی از توانی است که شما در زمان گذشته میتوانستید یا که نمیتوانید. و همچون کلمه سوالی شما میتوانید پرسید که Could I open the window? میتوانم من تیرزه رو کشویم. و این علاقه جای استفاده دویوم این کلمه است که شما همچون پیشنهادی بودابونه اون رو استفاده میکنید. یعنی دویم جای استفاده کلمه could این پیشنهادی بودابونه است. یعنی شما یگان چیز رو میپرسید با احترامونه بودابونه که من میتوانم این رو گیرم من میتوانم با شما یگان چیز پیشنهاد کنم. مثلا Could I offer you a cup of tea? من میتوانم با شما یک پیاله چای پیشنهاد کنم. یعنی که Could I open the window please? It's too hot here. من میتوانم تیرزه رو کشم این درون اینجا بسیار گرم است. یکی Could I leave the classroom? Could I go outside? من میتوانم با بیرون برایم. یعنی شما از معلم باشد یا که از کسی دیگر باشد با احترامونه خوش میکنید که میتوانم من یا که ممکن است من اینجا رو ترک کنم یا که اون کار دیگر کنم. وریانت سوم استفاده کلمه could این امکانیتی آینده است. یعنی شما در آینده اگه اون کار رو کرده میتوانستید. مثلا If we could save up enough money I think we could go on holidays this year. اگر ما پول کافی ذخیره نماییم من فکر میکنم که امسال با رخصتی رفته میتوانیم. Okay. If you study hard you could go to any university you want. اگر تو سخت میخواندید تو میتوانی که به دل خود دانشگاهی که میخواهی داخل شوید. یعنی با سعادی خدا you could. این بود دوستان درسی انگلیسی از زبان‌آموز آید کلمه های could, would و should. تا درس‌های دیگر دوستان بای.